حبیب الله رفیع نویسنده مشهور و عضو اکادمی علوم افغانستان کتاب را به نام اسرار الافغانی که بیانگر ناگفته ها و تاریخ 900 ساله پشتون ها می شود و در کتابخانه مشهور کشور آلمان نگهداری می شد به همکاری افغان های مقیم آلمان به دست آورده است. کتاب در حدود 600 صفحه چاپی می شه و در این گپای هست که در کتاب های دیگه بسیار کم آمده. آقای رفیع میگوید این کتاب 400 سال قدامت تاریخی دارد و نخستین نهضت عرفانی و ادبی پشتونها که توسط شیخ متی بابا در قرن هفتم تا قرن دهم ایجاد شده بود بیان میکند و می افزاید این نهضت صدها هزار مرید در عربستان، پشاور، هندوستان و افغانستان داشته است و نویسنده این کتاب هم حسین بن صابر سینزه است که به سبک دری هندی نوشته شده است. این نویسنده همچنان میگوید که دو نسخه آن را تصحیح کرده که میتواند محققین پشتون را کمک کند. همین دو نسخه، نسخه‌ای که در کراچی یافت شده بود و نسخه‌ای که حالی به دست آمده، یه هر دو نسخه را من مقابله کردم، حال آماده چاپ است انشالله و متن کامل کتاب به دست آمد. در همین حال احسان الله آریانزه یکی دیگر از نویسندگان کشور نوجلد کتاب را که 6000 صفحه می شود و تاریخ جغرافیای بشری و فتوحات 5 قاره جهان را نشان می دهد به زبان پشتو نوشته کرده که به زبان دری ترجمه شده و تلاش دارد تا به زبان ازبکی نیز ترجمه شود. آقای آریانزه می گوید این نوجلد کتاب از سال 2017 تا اکنون 4 بار چاپ شده است. تقاضای من از دست جوانی است که یک بار که کتاب را مرور کنند که دنیا را بشناسند و بعد خودم ببینند که دنیا در کجاست و ما در کجا هستیم. اما نویسندگان از تحقیق و نوشته کتاب نسبت به گذشته دل سردند و میگویند جنگ و ناامنی در سالهای پسین در کشور باعث از بین بردن فرهنگ مطالعه و دوری مردم از کتابخانه و کتابخوانی شده است.